در تلویزیون و سینما بیشتر هنرپیشه ها و گاهی هم به ندرت کارگردان ها هستند که شهرت عمومی پیدا می کنند. ولی آدم های فنی پشت صحنه مثل فیلمبردارها و تدوینگرها گاهی نقش بسیار بسزایی در خلق اون چیزی که من و شما روی پرده سینما یا تصویر تلویزیون می بینیم دارند. مازیار پرتو، فیلمبردار برجسته سینمای ایران، یکی از این آدم ها بود. با آقای پرتو و آثارش در سینما ایران بیشتر آشنا بشیم. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. تا پیش از انقلاب در ایران تعداد معدودی فیلمبردار بودند که پشت دوربین‌های سنگین فیلمبرداری در سینما صحنه‌های مهیج فیلم‌های فارسی را ثبت می‌کردند. از بین اونها به تدریج تک چهره‌هایی بودند که راه و زبان خودشون رو در سینما پیدا کردند و تبدیل به چهره‌های اثرگذار در موج نوی سینمای ایران شدند. مازیار پرتو یکی از این فیلمبردارها بود. آقای پرتو در آبان ماه سال 1311 به دنیا اومد و در بهمن ماه سال 1392 در امریکا درگذشت. علی مقدم مستندساز در فیلم پرتو در گفتگو با فعالان سینما ایران نگاهی کرده به نوآوری‌ها و آثار مازیار پرتو در این سینما. آقای مقدم متولد سال 72 در تهران هست و نقاشی و سینما خونده و با چند فیلم کوتاهش در فستیوال‌های مختلف بین‌المللی حضور داشته. برای صحبت در مورد این فیلم از ناصر زراعتی، نویسنده و منتقد فیلم ساکن سوئد، و همینطور از پوریا ماهرویان، فیلمبردار و همکار خودمون در وبسایت بی بی سی فارسی دعوت کردیم که با ما باشن و بعد از فیلم بیشتر درباره اهمیت کار آقای پرتو صحبت کنیم. خیلی ممنونم از حضور هر دو شما در برنامه این هفته. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم، بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ببینیم فیلم رو. من مازیار پرتو فرزند دکتر علی پرتو هستم. چجوری فکر کردی بری رو پشت بوم و اون از اون بالا بگیری؟ بدون مازیار پرتو قیصر اون قیصری که ما میشناسیم نمیشد. این تأثیر رو نمیشه انکار کرد. یکی از بهترین فیلمبرداری زمان شاه بوده. شهامت یک فیلمبرداره که بعد از اینکه از پشت دور میاد کنار تایید کنه بگه اوکی بود همه چیز و بره برای لابراتوار. دوربینی وقتی میذاشت روی شونش برا میافتاد فرقی نمیکرد که رو ریل یا رو شونه آقای پرتو. به دوربین خیلی نزدیک میشدن در گوشه من گفت جمشید یک کمی اغراق‌آمیز دوباره بگیم. هر فیلمبرداری از این کارا نمیکنه که در حالی که داره فیلمبردارشو میکنه کنسه بازیگریش رو هم بده، تصحیح کار بازیگر رو هم به عهده بگیره. یادواری از یک فیلمبردار دارای آثار درخشان و به یاد موندنی در سینمای ایران. آقای پرتو تسلط خیلی زیادی تو سر صحنه فیلمبرداری داشتن. یعنی موقعی که ایشون سر فیلمبرداری بودن حضورشون کاملا احساس میشد، حضورش حتی سایه مینداخت روی کار کارگردان. این امکانو نداشته فیلمساز در زمان حیات مازیار پرتو با اون گفتگو کنه، ولی تونسته این رو تا حدود قابل قبولی جبران کنه. در قیصر مدیر فیلمبرداری شد نفر دوم بعد از کارگردان سر صحنه، کسی که در کنار کارگردان کادربندی رو انتخاب میکنه، رنگبندی رو انتخاب میکنه. و آقای پرتو یکی از اولین مدیران فیلمبرداری بودش که جایگاه خودش به عنوان مدیر فیلمبرداری تثبیت کرد و راهو باز کرد برای فیلمبرداران بعدی و مدیران فیلمبرداری مؤلف در سینما ایران. پرتو رو دیدیم، ساخته یه علی مقدم. یادواره‌ای بود از یک فیلمبردار دارای آثار درخشان و به یاد موندنی در سینما ایران. ناصر زراعتی، نویسنده، مدرس و منتقد فیلم، همراه با پوریا ماهرویان، فیلمبردار و از همکاران ما در وبسایت بی بی سی فارسی با ما هستند تا درباره فیلم و همطور درباره مازیار پرتو و اثرش بیشتر صحبت کنیم. گفتگو رو با شما شروع کنیم. آقای زراعتی، این مستند چطور مستندی است؟ فیلم پورتری هست در مورد یک فیلمبردار که فیلمساز از گفتگو با سه فیلمبردار و تعدادی بازیگر
گریمور، افرادی که در فیلم‌ها همکاری کرده بودند با مازیار پرتو و همچنین استفاده درستی کرده از صدای دو تا از فرزندان مازیار پرتو، دختر و پسرش، که البته تصویرشون در فیلم نیست، حتما نخواستن یا راضی نبودن، و تصاویری از خود مازیار پرتو به خصوص سالهای وقت آخر عمرش که در امریکا لس آنجلس بوده که پسرش پیداست که در اختیار فیلمساز گذاشته، و همچنین از یکی دو تا کارهای مستندی که مثلا یه نمونه 40 سالگی قیصر بوده از خود مازیار پرتو که صحبت میکنه، و این امکانو نداشته فیلمساز در زمان حیات مازیار پرتو با اون گفتگو کنه، ولی تونسته این رو تا حدود قابل قبول جبران کنه در این کارش. آقای ماهرویان، شما چطور دیدید این مستند رو؟ والا سخت بشه بهش گفت یک مستند، در واقع یک مجموعه گفتگوه با چند بازیگر، همطور که آقای زراتی گفتن، سه فیلم بردار، دستیار فیلم بردار، خیشاوندان آقای پرتو، و اینا پشت سر هم میاد. هیچ توالی روایی نداره، هیچ روایتی نیست. ما میایم یه جایی میبینیم بسیار تخصصی میشه موقعی که آقای کلاری میاد صحبت میکنه یا آقای مثلا زریندست صحبت میکنه به عنوان فیلم بردار، یک دفعه نظرات خیلی شخصی خیلی تند، مثلا آقای عبدالله اسکندری طراح چهره پردازی تو یک جمله میگه ایشون بسیار عصبی بودش، یعنی یک جمع‌بندی خیلی سریع و بعد ادامه پیدا میکنه. در قسمت های مختلفی آقای مثلا مشایخی میاد میگه ایشون، حالا یا یک تو همون دوربر آقای مشایخی یکی دو نفر صحبت کردن که ایشون اهل دستبوسی نبودن، برای همین مثلا اخراج شدن، اهل کرنش کردن مثلا تو دربار برن نبودن. مشخص نیستش که چی میخواد از فیلم در بیاره. آیا قرار راجب حرفه آقای پرتو به عنوان یکی از مدیران فیلم برداری قبل از انقلاب که بسیار موفق بوده و همیشه این برنامه صحبت کنه، راجب شخصیت ایشون باشه سر فیلم، یا شخصیت ذاتی به عنوان یک انسان باشه؟ و تو این مثلا نزدیک یک ساعت خورده شاید در نمیاد این، و چند گفتگوی پشت سر هم خیلی جا اصلا به همدیگه ربط پیدا نمیکنه. حالا در یک قسمتش مثلا بین دو گفتگو یک دفعه تصویر بازیگر آقای دهخان نسب رو میبینیم، معلوم نیست تصویر اصلا چی کار میکنه اونجا، دو نفر دارن صحبت میکنن، یک دفعه یک حالت تعجب آقای دهخان نسب، مثلا ما 20 دقیقه یا نیم ساعت بعد میبینیم که آقای دهخان نسب میاد صحبت میکنه راجع به آقای پرتو. به هر حال یک قسمت های خوبی میتونه داشته باشه. برای من شخصا اون قسمت تخصصیش که آقای کلاری صحبت میکنه خیلی آموزنده است، ولی خب شاید مثلا کل فیلمو نشه که راجع به یک مدیر فیلم برداری، یک شاید یک بزرگ داشته برای یک یادواره در حقیقت، به تعبیر دیگه ای همونطور که پیش از این گفتیم. آقای زراتی، بحث این شد که در واقع مستندی که قرار پورتره باشه شخصیت خودش رو باید بتونه معرفی کنه، اونقدر چقدر فیلمساز تونسته به ما مازیار پرتو رو معرفی کنه؟ خب ببینید، یه فیلم یه کمبودهایی داره، یعنی مثلا نرفته فیلمساز یا اون کسی که قبلا پژوهش کرده در مورد این فیلم، خانمی هست اسمش تو تیتراش هست، به اون بخش به نظر من مهم زندگی مازیار پرتو که وقتیه که شروع میکنه در وزارت فرهنگ و هنر کار کرده. حالا من نمیم تا چه حدی مثلا دسترسی داشته به اون فیلمسازهایی که اون زمان مثل طیاب، مثل سینایی که تو فرهنگ و هنر کار میکردن، تا چه حدی به اونا دسترسی داشته یا نداشته، ولی اصلا سراغ اون نمیره. یا یه جمله ای رو اشاره میکنه یکی از مصاحبه شونده ها که گویا در نیروی دریایی کار میکرد و همین این بعد ما تصویر دریا رو میبینیم، دریا رو میبینیم که ربطی هم نداره، نداره واقعا و لزومی هم به اون شکل نداره. اگر اهمیت داره این که در نیروی دریایی کار میکرد یا در این که در کارش اهمیت داشته، خب باید پرداخته میشد. ولی کاری که میکنه فیلمساز، گفتم زمانی هست که اون شخصیت دیگه وجود نداره، از دنیا رفته، این سعی میکنه اون چه که از اون به دست میاره، فیلم خانوادگی از روایت پسرش، دخترش، اینو اونو بگیره. و یکی از هست‌های کار من فکر میکنم حذف سوال‌هایی که میکنه
دخالت نکردن فیلمساز هست در اتفاقا به نظر میاد که آقای زراعتی فیلمساز کاملا قضاوتگره، یعنی در واقع فیلمی ستایشگر ساخته در آره، ولی مثلا دخالتش رو دارم میگم. یعنی مثلا ببینین فکر برم هر کسی دیگه بود وسوسه میشد که مثلا حالا یا خودش حضور داشته باشه یا حرفهاش باشه که مثلا بیشتر آب و تاب بده که آره چرا اونا نیومدن، چرا این نکرد. میبینیم که تمام سوالها رو حذف کرده توی تدوین. به هر حال به این ترتیب یه فیلمی رو در حضور نداشتن یک شخصیت ساختن یه خورده مشکل، به شرطی که میتونه موفق باشی که شما تحقیق خوب کرده باشی و به منابع دسترسی داشته باشی، متریال خوب هم در اختیار داشته باشی. مثلا تو فیلم فقط اسم سه تا فیلمی که مازیار پرتو کارگردانی کرده میاد، سه تا فیلم ساخته بازیار پرتو که خب البته فیلمایی که مثلا تو سینما ایران فیلمای قابل اهمیت اونجوری نبوده، یکیش گرگ بیزار فکر کنم که بهروز وثوقی هم بازی کرده، ولی این که خب مونتور هم بوده، مونتاژ هم می‌کرده. فکر کنم بهترین بخش فیلم هم اینجوری که ایشون هم اشاره کرد جایی که محمود کلاری یکی از فیلمبردارهای مطرح و خوب امروز ایران میاد و تحلیل می‌کنه شیوه کار مازیار پرتو به خصوص تو فیلم قیصر، حالا اشارهایی هم به کارهای دیگه میکنه و واقعا من خودم قیصر رو یه بار دیگه یه جور دیگه دیدم و شاید اولین بار بود که یادم افتاد که آره مازیار پرتو مونتاژ هم کرده بود این فیلمو، یعنی نقش مازیار پرتو توی فیلم قیصر حالا تو این فیلم نشون داده میشه. یا مثلا برای من نمیدونستم که مازیار پرتو فرزند شین پرتو است. خب اینا چیزایی بوده که اطلاعاتیه که فیلم میده با پیدا کردن آقای جهانگیر هدایت که خوبم داره صحبت میکنه ماجرای نامگذاری مازیار رو از قول صادق هدایت میگه و اینا. فیلم به هر حال یه سری گفت یه سری حسنای خوبی داره یه سری حسنای بدی داره قول معروف، ولی مجموعاً فیلمیه که خسته کننده نیست، فیلمیه که اطلاعاتی میده ولی جا داشت که بیشتر، ولی فیلم بیشتر برای در حقیقت علاقمندان سینما و اهل سینما و اهل فیلم ساخته آره، شده، مخاطب عامتر و مد نظر رو بزرگ داشت در واقع. آقای ماهرویان، فیلمساز توی فیلمش های جای درستی استاده به عنوان یک کارگردان یک فیلمساز برای پورتره کردن یا تصویر کردن اون شخصیت؟ خیلی زیاد نه، راستش وقتی یه فیلمی درباره بزرگداشت یک فیلمبردار مؤثر که من اسمش توشون میتونم بزنم یک فیلمبردار مؤلف، کارگردان مؤلف داریم تو سینما ایران با اومدن آقای پرتو و بعد آقای حقیقی فخیمی، اینها فیلمبردار مؤلف بودن، یعنی اثر انگشت خودشون رو فیلم داشتن، دست کم انتظار میره که حداقل کادر بندی کمپوزیسیون یه همچین فیلمی خوب باشه. این از نگاه در واقع زیبایی شناسی فیلمه، ولی در واقع همونطور که گفتم یک مجموعه ای از گفتگوه، حتی این گفتگوها به نظر من اون شخصیت سینمایی و اون سینماگر رو که ما داریم، سوالی هم که میکنیم مرتبط نیست. یعنی من حالا همونطور که شما گفتید یه بخشش برای عامه مردمه که خب به حال چهرهای سرشناس سینما رو ببینن راجبه یک سینماگر دیگه صحبت کنه، ولی یه بخشش هم میتونه برای کسایی که دانشجو سینما هستن یک درسی هم باشه که رابطه مثلا مازیار پرتو با بازیگر چطور بود. شما چند تا بازیگر رو آوردید، خب این بازیگر به جایی که راجبه این که خب آقای پرتو مثلا فلانی کارگردانی کرد، این اصلا کارگردانی بلد نبود آقای پرتو، من دوست دارم بشنوم که رابطه این آدم چجوریه وقتی میخواد لنز رو انتخاب کنه، آیا اطلاع میده به بازیگرش، آیا بازیگر اطلاع داره از فیلمبرداری، یا حتی موقعی که آقای اسکندری به عنوان طراح چهره پردازی میاره، من دوست دارم رابطه یک طراح چهره پردازی با یک فیلمبردار چجوریه، رابطه صدا بردار با فیلمبردار چطوره. اینا رو ما خیلی کم میبینیم، یعنی یه دفعه اگه اون شخصیتی که داره ازش سوال میشه تخصصی نمیتونه راجع به فیلم برداری صحبت کنه، راجع به شخصیت آقای پرتو صحبت میکنه، در صورتی که اون تخصصش بازیگریه، میتونه یک مبحث خیلی بزرگه دیگه، رابطه مدیر فیلم برداری با بازیگر، در واقع کارگردان باید هدایت کنه. یعنی سوالی که میکنه تو اینجا نقش کارگردان انقدر برجسته نیست که کارگردان به عنوان مصاحبه کننده مهمه، سوالی که میکنه بسیار مهمه که یک بازیگر رابطش با این مدیر فیلم برداری چطور بوده.
آیا اینقدر میتونستیم رابطه موفقی باشه یا نه مدیر فیلم برداری بره حال خودش رها میکرده و هر شاتی که میخواسته میگرفته، چون باید بدونه دیگه اون بازیگر که الان کلوز آپ دارن ازش میگن یا تو لانگ شاته، این حرکاتش چجوریه، این میمیک صورتش باید چجوری باشه، چقدر جا داره برای حرکت کردن. همینطوری هست. اما به هر حال در این حال محدودیتایی هم که احتمالاً فیلمساز داشته برای ساخت این فیلمو باید در نظر گرفت و به هر حال شیوهی که در پیش گرفته برای فیلمسازیش. آقای زراعتی، اول از شما پرسم، فیلم درباره مازیار پرتو هست و میگیم یک فیلم بردار مؤلف و تاثیرگذار بوده در سینمای ایران تو این سالها، به جز این که حالا توی فیلم داری میگیم که دوربین روی دست میگرفته و توی فیلم قیصر که بخش عمده ای از این فیلم هم نیم ساعت اول این فیلم کاملا متمرکز روی فیلم قیصر، انگار که این فیلم بردار کار دیگه هم نکرده، در حالی که کارنامه بسیار متعول داره آقای پرتو در سینمای ایران، آیا اینها کافی است برای اینکه اهمیت یک آدم رو نشون بدیم توی این صنعت و بگیم آها مهمه به این دلیل؟ یعنی الان توی فیلم گفته میشه خب این آدم مهم بود چون دوربین روی دست آورد توی کار، یا چون کمک میکرد به فیلمسازا و نگاه تدوینگرانه داشت و گاهی بیشتر از فیلمسازا هم میرفت. نه دیگه، متاسفانه نه، کافی نیست. یعنی همونجوری که از قول پسر، صدای پسر مازیار پرتو هست که میگه پدر من ناراحت بود از اینکه فقط قیصر رو به عنوان یکی از کاراش میدونه، کار دیگه هم کرده بود. به همین دلیل اگر به جای اینکه فیلمساز بیشتر میرفت سراغ مسائل همینجوری به اصطلاح معمولی حاشیه‌ها، مثلا میرفت از اون دستیار کارگردان، ایشون درست میگه، بیشتر سوال میکرد راجع به تکنیک و نوع کارش، یا مثلا با یه صدا بردار هم گفتگو میکرد، یا مثلا نور پردازایی که زیر دست مازیار پرتو کار کرده بودن صحبت میکرد. اینها خب طبیعتاً اون بخشی که الان به عنوان قوت فیلم هست، یعنی بخش حرفای آقای کلاری و استفاده از اون تصویرها، خب این فیلم رو غنی‌تر میکرد و پرداختن به کارهای دیگه. یعنی مثلا فرض کنید اینکه چطور شد که 3 فیلم کارگردانی کرد. خب میدونیم خیلی وقتا قدیم قبلنها فیلمبردارا مونتاژ هم میکردن و مونتاژی که تو قیصر کرده بازیگر پرتو نشون میده که آشنا بوده. یعنی مثلا فرض کنید چه میدونم آیزنشتاین رو و مونتاژ اون رو میشناخته، اون جایی که کات میکنه اون گاو و نمیدونم سلاخونه و اینا. خب این کمبودها رو داره متاسفانه فیلم. این از که مهم هست یک اینجور فیلم هایی که باز حضور نداره اون کاراکتر، اون شخصیت، اون تحقیقی که انجام میگیره، اون منابعی که دنبالش میگردن بیشتر روش کار بشه و شاید مثلا کارگردان احتیاج داشته باشه و حتما داره به مشاورهای بیشتری که بتونه فیلم خوب، شاید اگه جمع و جور تر بود خیلی. ولی به هر حال همین که یک فیلمی فعلا راجع به مازیار پرتو ساخته شده باز غنیمت. ارزش همین فیلم هم به یادآوری هست از این افراد و این بزرگان. آقای ماهرویان، شما خودتون میشناختید از نزدیک آقای پرتو رو، از نظر شما چقدر، چه چیزی میشه دربارش گفت؟ من خیلی زیاد با آقای پرتو کار نکردم، سر یکی دو تا پروژه همراهشون بودم. آقای پرتو تسلط خیلی زیادی توی سر صحنه فیلم برداری داشتن. یعنی موقعی که ایشون سر فیلم برداری بودن حضورشون کاملا احساس میشد. قیصر در واقع اولین فیلمی بود که بعد ادامه پیدا کرد، شاید قبلش هم فیلم های دیگه بودن، این خشت آینه یا امثال هم. در قیصر مدیر فیلم برداری شد نفر دوم بعد از کارگردان سر صحنه، کسی که در کنار کارگردان کادربندی رو انتخاب میکنه، رنگبندی رو انتخاب میکنه، نور رو انتخاب میکنه و ادامه پیدا کرد و در سالهای بعد ما دیدیم که به خصوص سینماگران پیشرو براشون مهمترین چیز این بودش که فیلمبردارشون کیه. و آقای پرتو یکی از اولین مدیران فیلمبرداری بودش که جایگاه خودش به عنوان مدیر فیلمبرداری تثبیت کرد و راه باز کرد برای فیلمبرداران بعدی و مدیران فیلمبرداری مؤلف در سینما ایران. بعضی موقع تو فیلمم اشاره میشه که حضورش حتی سایه مینداخت روی کار کارگردان. میتونم بگم که یک جایی شاید مثلا پیشنهادایی که میداد
از پیشنهاد بعضی موقع فراتر میرفتش. برمیگشت این وقت به اون که این کارگردان چقدر میتونست این پیشنهاد رو قبول کنه، چقدر این پیشنهاد میتونست در روند فیلم و در نتیجه نهایی فیلم تاثیر داشته باشه که بیشتر مواقع تاثیر میذاشت به خاطر اون تجربه که داشت. خب یه بخشش هم بخش فنی بود، یعنی مثلا کارگردانی بود که یک انتظار فضایی انتظایی داشتش از فیلم بردار و بازیگر. آقای پرتو میگه این نمیشه، خب تو به جای اینکه بخوای لقمه رو دور سرت بچرخونی خب این کار رو بکن، نتیجهش هم بهتر میشه، وقت کمتری هم میبره، بازیگر هم کمتر هرس میخور و اعصابش خورد میشه. بعد بعضی موقع این کارگردان نمیخواست قبول کنه ولی خیلی میخواست سر موضع خودش وایسه، ممکن بود اختلاف بشه، ولی میگم حضورشون انقدر محسوس بود و من دوست داشتم اینو مثلا از آقای آلی فرک دستیار فیلم بردار بیشتر بشنوم، از کسایی که باهاشون همراه بودن. مثلا آوردن آقای سیروس گرجستانی، بازیگری که فکر میکنم در آدم برفی باهاشون کار کرده، بیشتر آدم دلش میخواد بدونه که این رابطه چه جوری بوده. وقتی میگم حضور خیلی پررنگی داشت، یک جایی بازیگر هم کارگردانی میکرد، خب این چه بخشش وظیفه کارگردان بود که آقای پرتو واردش دخالت میکرد یا پیشنهاد میکرد، چه بخشش وظیفه مدیر فیلم برداری بود. این چیزایی بود که مثلا ما میتونستیم از خانم حاجیان، آقای گرجستانی یا مثلا آقای فراهانی، آقای ارجمند بشنویم که نمیشنویم. یه جا جمشید مشایخی اشاره میکنه به اینکه بازی منو مثلا تصحیح کرد، گفت اغراق میکنی دوباره. در مورد شما چطور؟ شما یا میشناختید از من؟ الان یادم افتاد سال 1148 بود یا 49، یعنی میشه نیم قرن پیش، تو دانشکده هنرهای دراماتیک یکی دو ترم فیلمبرداری تدریس میکرد مازیار پرتو. منتها الان وقتی دارم فکر کنم اون موقع ما به عنوان اینکه یکی از فیلمبردارهای خیلی خوب ایران هست که هم فیلم سینمایی کار میکنه هم تو فرهنگ هنر اینا اومده، خیلی خوشحال بودیم دانشجوهای سینما و اینا که یه اینجور کس. ولی متاسفانه چون مثلا تمام اون دانشکده یه دوربین 16 میلی متری بیشتر نبود و امکانات فنی وجود نداشت، اون مازیار پرتو هم به اصطلاح تئوری فیلم برداری درس نمیداد، عملی میتونست اونجوری که باید و شاید نشد ما استفاده بکنیم. نمیدونم، شاید دانشجوهای دیگه در وقتهای دیگه تونستن بیشتر از دانشش از تجربهش استفاده بکنن، ولی نشد و اینو یهو یادم افتاد. داره نیم قرن پیش بود. بله، خیلی ممنونم، متشکرم. فرصت دیگه برای صحبت نداریم در مورد این فیلم. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه این هفته. مجال میسپاریم به بینندگان. شما برای ما بنویسید که نظرتون درباره فیلم این هفته برنامه و همینطور گفتگویی که میهمانان داشتن چه است، از طریق همین راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیرنویس میشه. تا هفته آینده و فرصت دیگه به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنون.